سرخط خبرها. تفنگداران ناشناس یک مرد را در غور تیرباران کردند. یک زن جوان در سر پال خود را حلق‌آویز کرد. شکنجه باشندگان ناور غزنی از سوی طالبان. شمار از ساکنان محلی به کوه‌ها متواری شدند. و همچنان در پایان، امروز از اولین تلاطم پرخم موپیچ موفقانه عبور کردیم. منتظر خبرهای خوش باشید. مشروع خبرها. منابع محلی در ولایت غور میگویند که تفنگداران موتورسیکل سوار یک مرد را در این ولایت تیرباران کردند. این رویداد صبح روز شنبه در سایه میدان اگرزاها از مربوطات شهر فیروزکوه رخ داده است. منابع میگویند که این مرد ملا جلال نام داشت و یکی از دکانداران منطقه میدانک بود. تا اکنون انگیزه تیرباران این مرد معلوم نیست. طالبان هم تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. یک زن جوان در سر پل خود را حلق‌آویز کرد. منابع محلی از خودکشی یک زن جوان در ولسوالی کوهستانات این ولایت خبر می‌دهند. دین محمد نظری سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در سر پل گفته که این زن در روزهای خمدام ولسوالی کوهستانات خود را حلق‌آویز کرده است. این زن 2 سال پیش ازدواج کرده بود. تاکنون انگیزه خودکشی این زن معلوم نیست. گفتنی است که پس از حاکمیت طالبان آمار خودکشی ها در بیشتر نقاط کشور به ویژه ولایت سرپل افزایش کم پیشی نیافته است. منابع محلی انگیزه بیشتر شدن آمار خودکشی در سرپل را مشکلات خانوادگی و اقتصادی عنوان می کنند. شکنجه باشندگان ناور غزنی از سوی طالبان. شمار از ساکنان محلی به کوه ها متواری شدند. منابع محلی در غزنی میگویند که جنگجوی طالبان چندین تن از باشندگان ولسوالی ناور این ولایت را به گونه وحشتناک شکنجه کردند. منابع روز شنبه در صحبت با روزنامه 8 صبح تایید میکند که جنگجویان طالبان در یک هفته گذشته چندین تن از باشندگان مناطق خواد، جرغی و برجگی ولسوالی ناور را لاتکوب کردند و از آنان خواستند تا اسلحه و یا پول سلاح را به این گروه تحویل دهند. با گفته منابع جنگجویان طالبان در این ولسوالی گوشت بدن یک دکتر را زیر شکنجهشان کندند و این دکتر در حالت وخیمه به سر میبرد. منابع اضافه میکنند که در حال حاضر ده ها خانواده به دلیل ترس از طالبان خانه هایشان را ترک کردند و به کوه ها متواری شدند. منابع اضافه میکنند که دست کم 2 خانواده به خاطر رهایی از شکنجه طالبان معادل خرید 4 میل اسلحه به این گروه پول پرداخت کرده است. بر بنیاد گزارش ها بیشتر باشندگان ولسوالی ناور پیشینه نظامی و کار با دولت پیشین ندارند. افغانستان انترنشنل در صفحه رسمی سایت خود چنین گزارش می‌دهد: احمد مسعود برای کشاندن طالبان به میز مذاکره جنگ چریکی را شدت می‌بخشیم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید هیچ مذاکره با طالبان درباره صلح وجود ندارد. او قول داد که جنگ چریکی را برای کشاندن این گروه به میز مذاکره تجدید می‌کند. آقای مسعود گفت تعداد نیروهای این جبهه از 1200 به 2000 نفر افزایش یافته است. احمد مسعود در مراسم رونمایی یک کتاب جدید در پاریس گفت که تنها راه کسب مشروعیت برای طالبان برگزاری انتخابات است. با این حال به گفته آقای مسعود انتظار نمی رود که اکنون چنین چیز اتفاق بیفتد. رهبر جبهه مقاومت گفت طالبان از هر گونه امتناع می‌ورزند، یعنی گفتگو، و می‌خواهند که جهان و مردم افغانستان آنها را به عنوان تنها گزینه بپذیرند، در حالی که چنین نیست. رهبر جبهه مقاومت با اشاره به مجهز بودن کامل طالبان گفته که نیروهای این جبهه مجوز مجبور شدند تا تاکتیک جنگی خود را تغییر دهند. مسعود گفت ما سال گذشته روی کرده عملگرایانه‌تر را انتخاب کردیم و آن جنگ چریکی است. به همین دلیل است که کمتر دیده می‌شویم اما تأثیر بیشتری داریم. رهبر جبهه مقاومت افزود که نیروهایش هیچ کمک نظامی دریافت نمی‌کنند و به ذخیره‌های تسلیحاتی موجود متکی هستند و گفت آنها نیاز به مهمات دارند. رهبر 34 ساله جبهه مقاومت گفت کافی است که برای طالبان دردسر باشیم، نه اینکه آنها را سرنگون کنیم یا اینکه آنها را آنقدر درد بدهیم تا برای گفتگو درست و معنادار حاضر شوند. بنابراین این چیز است که جهان باید بفهمد. رئیس حزب جمهوری خواهان فرانسه خواستار حمایت جهان از مقاومت افغانستان شد. احمد مسعود برای ملاقات با رهبران سیاسی و اعضای پارلمان فرانسه به آن کشور سفر کرده است. اریک تیوتی رئیس حزب جمهوری خواهان فرانسه در پیامی که در شبکه اکس منتشر کرد از دیدار با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در پاریس خبر داد و گفت از جانب حزب جمهوری خواهان حمایت خود را از مقاومت مردم افغانستان در برابر طالبان اعلام می کنم.
در پیام آمده جامعه بین المللی باید از مبارزه فرمانده مسعود برای آماده سازی افغانستان در مسیر رسیدن به آزادی و زندگی دوباره حمایت کند. جبهه مقاومت ملی افغانستان از سفر احمد مسعود به فرانسه خبر داد و گفت رهبر این جبهه قرار است در زمان اقامت در فرانسه با شمار از رهبران سیاسی و اعضای پارلمان این کشور ملاقات کند. در 2 سال سلطه طالبان بر افغانستان و فعالیت مسلحانه و سیاسی جبهه مقاومت ملی، نخستین سفر احمد مسعود به فرانسه از رهبر حزب جمهوری خواهان فرانسه با اشاره به 2 سال سلطه خشونتبار طالبان بر افغانستان گفت 2 سال پس از به قدرت رسیدن طالبان افغانستان در فقر عمیق به سر میبرد. زنان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند و تحت فشار قانون شریعت خفه میشوند. در پیام با ستایش از مبارزه احمد مسعود علیه طالبان گفته است رهبر مقاومت افغانستان مانند پدرش سلاح خود را به زمین نگذاشته است و برای آزادی افغانستان مبارزه میکند. حزب جمهوری خواهان یکی از 4 حزب عمده در فرانسه است و نیکولای سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه از سال 2007 تا 2012 به عنوان دبیرکل این حزب فعالیت میکرد. قرار از احمد مسعود در زمان حضور در فرانسه با شمار از مهاجران افغان مقیم آن کشور ملاقات کند و همچنین در برنامه رونمایی کتاب آزادی ما که اخیراً به زبان فرانسوی و درباره مقاومت مردم افغانستان علیه طالبان نوشته شده است سخنرانی کند. احمد مسعود در ایران 2 سال فعالیت نظامی و سیاسی علیه طالبان، 2 بار به شهر وین پایتخت اتریش سفر کرد و در نشستی که نهادهای روسی فعال در زمینه دیپلماسی و صلح برگزار کرده بودند شرکت کرد. همچنین 1 ماه پیش احمد مسعود در سفر به مسکو با شمار از اعضای پارلمان و رهبر حزب عدالت روسیه ملاقات کرد. سرگی میرونوف رهبر حزب عدالت و معاون پارلمان روسیه ضمن ستایش مقاومت مردم افغانستان علیه طالبان، تشکیل دولت فراگیر و باثبات در افغانستان را نیاز اساسی این کشور دانست. احمد مسعود در پیامی که به مناسبت سالگرد ترور احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان منتشر کرد گفت همواره بر گفتگو صلح و تفاهم تاکید میکند، اما طالبان هر گونه مذاکره و تفاهم را کنار گذاشتند و جنگ را بر مردم افغانستان تحمیل کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در 2 سال سلطه طالبان بر این کشور در بخش‌های مختلف از جمله در پنجشیر، تخار، بدخشان، اندراب، پروان، کابل، کاپیسا و دیگر مناطق با طالبان مبارزه کرده است. نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت در مناطق تحت نفوذ جبهه مقاومت ملی متهم کرده است. بر اساس گزارش‌هایی که این نهادها منتشر کردند، طالبان افراد غیر نظامی را به اتهام همکاری و عضویت در جبهه مقاومت ملی بازداشت، زندانی و اعدام کرده است. در موارد این افراد تا سرحد مرگ شکنجه شدند و بدون اسناد و شواهد زندانی شدند. طالبان در اندراب، پنجشیر و تخار خانواده و نزدیکان اعضای جبهه مقاومت ملی را از خانه‌هایشان کوچاندند و خانه‌های تخلیه شده را به پایگاه‌های نظامی تبدیل کردند. تشکر که تا این دم با ما بوده. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشه.